آقا خودتون میدونین دیگه چه خبره، خودتون میدونین دیگه چه خبره. دوباره دیس، تو دو روز دو تا دیس، دو تا دیس به بامداد یه جوری میشه گفت. البته شنیدم که این دیس یعنی دیس زربل از مؤر، دیس به چند نفره. حالا بعد ببینیم که دیس به کیاس. یه چیز دیگه هم که این آهنگ داره اینه که پر از زربل مسئله، و ما سعی میکنیم که از اول آهنگ تا آخر آهنگ که 4 دقیقه 36 ثانیه باشه تک تک زربل مسئله رو بشمریم، تا اونجایی که حداقل من بتونم میشمارم. اگه هم چیزی جا انداختم توی کامنت سیکشن برام بذاریم. سری بریم و بیایم و این ترک بمب با هم گوش بدیم. بچه‌ها کانال سابسکرایب نکنید همین الان سابسکرایب بکنید و یک کامنت انگلیسی هم بذارید که ساب بمونید. نکته دوم که هشتگ راستگاد رو فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ راستگاد رو بذارید تا خانوادمون بزرگتر بشه. اما مؤر حدود دو هفته پیش یه دیس داد به نام دستگرمی هشتگ اولی، که دیس به بامداد بود و فدایی و فکر کنم هیچ کس. تو کمتر از 36 ساعت بامداد دیس بک داد، دیس بک به نام گشنه، که جفتشون ریاکشنشون این بالا هست، میتونید برید و ببینید. گذشت حدود 10 روز، مؤر چیزی نگفت، دو سه تا استوری گذاشت، تا دیروز دیگر یکی دیگه از بچهای زیرزمین و یکی از بچهای پلاک قدیم اومد بامداد رو دیس کرد، یعنی از خودشون زدن به خودشون. و امروز یعنی یه روز بعد از اینکه دیگرد بامداد رو دیس کرد، مؤر دوباره اومده دیس داده. یه استوری هم گذاشته بود که گفته بود میخواد زیرزمین رو به زمین بخیه کنه، یه همچین چیزی، یعنی مطمئنم گرفته رو زیرزمین. حالا باید بریم ببینیم چجوری هست دیگه. اینم بگم که مؤر از وقتی که از فریاس جدا شده خیلی افتاده دنبال دیس و دیس بازی و حاشیه، باید دید که آخرش چی میشه. بریم ببینیم چه خبره. خدا کنه هر به هر کی که توی آهنگ دیس میده دیس بک بده، جذابتر میشه. و مطمئنم که خود مؤر هم بیشتر اینطوری دوست داره که دیس بک بشنوه تا اینکه تو توییتر یکی توییت کنه که آقا مؤر آدم بدی است. هر کسی هم که تمام زر مسئله‌ای که توی این ترک استفاده شده رو کامنت بذاره، کامنت طلایی شمرده میشه و کامنتش پین میشه. البته کل آهنگ نه و کل متن آهنگ نه، فقط زر مسئله. بریم ببینیم چه خبره دیگه. مارکتی بود گفت مارکتی اومده، فکر کنم توی آهنگ گشنه از بامداد گفت رپ کنه مارکتی ها یه همچین چیزی. به مک گرفتن و به تبرازی شدیم، بالا غیرتن کلاتون رو قاضی کنیم، تیشه رو به ریشه زدن دیگه عالی شدیم. آیس همین اول کار غیرتن کلاتون رو قاضی کنیم، کلاتون رو قاضی کنیم، تیشه رو به ریشه زدن دیگه عالی شدیم، تیشه به ریشه. اینجا سیر که با دوممون بازی کنیم، ما دومتون بازی کنیم، سنگایی که نمیره بهش که عالی شدی، اینجا سیر که با دوممون بازی کنیم، ما از اون سنگایی که نمیره بهش میفرونه، عاقلی که در حجش عشق میفروخت، نه رومی رومی نه زنگی زنگ، اصلا هیچ کدوم چوپان گله بیرو آشدن چوپان دروغو 6 تا تو 28 ثانیه، اصلا هیچ کدوم چوپان گله بیرو آشدن سازی نیستم نه، ولی جوجا رو سیخ کردم بعد خواه 7 تا آشدن سوز اونو خیز کردن اشتاد اینجا شما همه 20 سرسر واسه تو دستمال کشیدن آب و نون من تو دل واسه تو دستمال کشیدن یعنی همون خایمالی کردن خطر کشیدن اینجا شما همه 20 سرسر واسه تو دستمال کشیدن آب و نون من تو دل خطر کشیدن با آشون شاخشونه دم به دم با استاد کشیدن شد. آقا خیلی زبر مسئله داره، من فقط توی کامنت اینطوری باید هر دو ثانیه استوب کنم، فقط توی کامنت ها بذارید دیگه خیلی شد. باشه طول خجالت و سکم افس بارو بشی پاره پوره، آره اکتتون عالیه، تبل تو خالیه، تنور جه گرمه به چسبونی بالیه، تو دستم شلاق اون وصله به گاریه، داده ترکون نیشون بسته چه کاریه، پشت مرسدس هم مثل خر تو گلیم، سر و تایی کر باسین حالا هر مدلی. اینی که گفت پشت مرسدس هم یه جوری مهر تایید بود به اون چیزی که بامداد گفته بود که آقا تو بچه مایه یا نمیدونم بچه مایه های گشنه یا همچین چیزی میگفت که پول داری یا پول بابات باعث شده که به اینجای کسی برسی اینا. داریه پشت مرسدس هم مثل خر تو گلیم، سر و تایی کر باسین حالا هر مدلی، موج سوارا اسکی قرب و برین، آرتی سب شده از زیر هر بوتهی خر همون خره فقط هم. داره میگه همه جا دیگه آرتیست هستن دیگه، از هر جا بوتهی یه آرتیست اومده بیرون. یه تیکه دیگه هم سرتای کرباسین بود که بازم زهر مثلا هر بو برین آرتی سب شده از زیر هر بو تی خر همون خره فقط عوض شده پالونش جلوم دوم در رو بودی منم بسن جارو بهش خورش شدی خوشگله جنگله با قانونش صفرت هم میزنم اگه پس از را گذشت صفرت هم میزنم گفت خورش شدی خوشگله جنگله با قانونش صفرت هم میزنم اگه پس از را گذشت با
مهراد، مهراد صفر نمیدونم، فکر نکنم، فکر کنم با مهراد اوکی باشم. اگه بس از چون گذشت چون به چون کنن اتفال زنکی دومه تو تل خودم آده علکی با باز صرفی چقدر ناکس کلکی از کف خیابونم که تو نده آدرس علکی بگیم آدرس. فکر میکنم اینو داره فدایی میگه، دوباره تیکه فدایی و فدایی همچنان در سکوت. به چسبونه بگین تا کمر خمش باید زیر جفت باهاشون علف سبش رول کنه بزنه زیرش خفم بچه تو جهنم شه شتیش. من که زندگیم رنگی طرف فیسه تتله لازم نیماش رو ماهیز بزنمه شاتم بریزم که جدا سیل میبرد تا ده سال بعد میگی ورسه خفن. رنگی تر از فیس تتل، تیکه به تتلو میگه آقا. بعدم یه لازم نیست اسید و الستی ها اینا بزنم که اینطوری رنگی ببینم، من آردی رنگی هستم. یعنی تیکه واضح به تتل. بعدش هم یه فلوی استفاده کرد که کچی بیتس خیلی استفاده میکنه اینجا رو ببین، مخصوصا این فلو رو توی بتل رینگ استفاده کرده او جلو خلوت. گوش کن. من که زندگیم رنگی طرف فیسه تتله لازم نیم آشروم و هیز بزنمه شاتم بریزم که جدا سیل میبره تا ده سال بعد میگی ورس خفن. و قوی اومده موهر، قوی اومده تا الان تتلو و فدایی و بامداد و تا حالا تیکه رو انداخته، اونایی که من گرفتم. بریم ادامه. دست مال من اینقدر بر نزن گفت دست. اینم برمیگرده به بازی حکم دیگه، میگه آقا هرچی هم تو بور بزنی آخرش دست دست منه. قشنگ خوش آمد. موقعم یه پا داره چرا سفید دست مال منه اینقدر بر نزن ککم خونه موقعم یه پا داره چرا سفید زده زد کرده مگه سپاهانه امان عباسیت و رق داداش سپاهان دیگه، دیگه سپاهان مگه هر چیزی میتونه سپاهان باشه؟ سپاهان فقط یکیه. علی باحال گفت. ممنون از مهر عزیز که اسم سپانم توی آهنگش آورده، خیلی حال میکنیم. موقعم یه پا داره چرا سفید زده زد کرده مگه سپانه امان عباسیت و رقاسی جنتیکی مهروان از خودت اندازی با خورتوم فیلم رو بگیری جی جی و بخوری و سی جل و برینی درخم من شما میوش رو بچینی. یه تیکم داره به ام جی سی جل جی جی خورتوم فیل، اگه اشتباه نکنم تو آهنگ حلال و اوسون ام جی تیکه انداخته بود به موئر خورتوم فیلی همچین چیزی. حالا اگه میدونید کاملش رو کامنت بذارید. و خب طبیعتا میگه آقا جی جی رو بخوری سی جل رو برینی سی جل جی جی ام جی سه نفر توی یه جمله بگیری جی جی و بخوری و سی جل و برینی درخم من شما میوش و بچینی سماقت و مک بزن ایدش رو بگیری میبنن ستون مکون به اون ستون فرچه تو مجازی بروسلیه ولی تو رون فلچه زیرا روح 182 مجازی بروسلیه تو رون فلچه، واقعا حکایت خیلی هست. اون به اون ستون فرچه تو مجازی بروسلیه ولی تو رون فلچه زیرا روح 182 درجه شمرون بزنم زیرش محل فرود کرچه. اوی خدا راش چی به تو پلر ها چرا نمیکشه بیرون از سوراخ فناش جوری به کوبم بالا بیارن خونا به سگاش نمیشم نمیکشه بیرون از سوراخ فناش. یا داره به میلاد حاتمی یا آشغالای مجازی تیکه میندازه یا به آرتیستی که با فناش ریل میزنه، نمیدونم، شاید امکان داره اینم با تتلو باشه. آخر شیطون پیاده تو وقتی که تو میدون حیوان زیاده بوغو کرن و کمه خب شیپور بیاده شر پول میاد و حلال هی پول میباره مازا گیزز شیرین میزنه بگو واس ما نیست پس آب بپندین تا دوغش کنین هم بزنین با اون که دو ست چوبش گویه همه جور فیل و فنجونی. خیلی قوی اومده لامصب. اینجاش هم بال گفت که هرکول میاد و الان پول میباره. بال بود بازی خود هرکول بود نگار که این از آسمون رعد و برق اینام زد، یادش بخیر. حواستون به ضرب المثل هست؟ چند تا حالا گفته تو این 2 دقیقه و 48 ثانیه؟ کارش درسته. بپندین تا دوغش کنین هم بزنین با اون که دو ست چوبش گویه همه جور فیل و فنجونی انسان شناسی و جویدم وقتی با جم بودی مقاله می نوشته من ریشه کجت وقتی وسط مهمونی تشب رو ام بودی کنترل دستم و فک زیادی اقام تلخه با پاشیم از زبیاری کنترل فک دستم والو داری عشق قرمانی توی جنگ خیالی میخوای گلاری خرج کنی و جمع ریالیه دونته و سر پیازی شاید اینم به حسین باشه میخوای دلاری خرج کنی ولی تهش ریالی. همون قضیه بیت کوین حسین که اومده بود نشون داده بود که چند میلیون دلار توی حسابش پول داره، امکانش هست.
صد امتیازی میگم علیه تو نته و سر پیازی مانه بشی صد امتیازی میگم برسا رو افسه خوب کم آورده پشماش ریخ زبونش مودر آورده نه نمیخوره به من شو بچه هم کن اون تن پشماش ریخ زبونش مو در آورده. دو تا ضرب مثل دیگه قشنگ کانتر هم مثلا همدیگه رو خونسا میکنن. یعنی پشماش که ریخته رفته رو زبون مو در آورده. خیلی عالی بود. ملش پدر سوختتو گندتونم که بعد دو خط خورد از تش باید بیاد بگیره خودم رخصتو کله پوکه که کلن شسته است گو گرفت تو شریانو یا هنر مردتو افتخار به کارنامه پر از عقدت خدافظی کن که دیگه گذشت دورت چند تو سر بول مسل کارا بود سال در من نزن چند تو سر بول مسل دستمان من انقدر بر نزن انقدر بر نزن و تمام. آقا ترک خیلی قوی بود، یعنی شاید بگم قوی ترین ترکی از موئر بود که من تا حالا شنیده بودم. همه چیش هم خوب بود، یعنی لیریکش که وحشیانه قوی بود، یعنی هم دیس داشت هم پر از ضرب المثل بود. اسم ترکش رو خیلی حال کردم، ضرب المثل. تیزری که داده حال کردم، کلا یه پروژه کامل بود از همه لحاظ، فقط یه موزیک ویدیو کم داشت به نظرم. حالا بحث این که کسی به موئر دیس بک میده یا نه، راستش نمیدونم. فکر نمیکنم بچهای زد بازی یا تتلو اصلا بخوان خودشونا درگیرش مسئله بکنن. شاید بامداد دور برگرده هم موئر رو هم دیگرد و توی یه ترک دیس بکنه، اصلا بعید نیست. از اون طرفم فدایی خیلی وقتی که سکوت کرده بهونه برای دیس کردن خیلی ها رو داره، از شاهین نجفیش گرفته تا موئر. اینجا نظرتون چیه؟ ای فکر می‌کنید که این ترک یعنی ضربول از موئر لایق اینه که توی بهترین سال بهش پاس رای بدید؟ ای فکر می‌کنید که لایقش نیست؟ رد. حرف دیگه نرم تا ویدئوی بعدی. مخلص ستون دارم شدید به مدت مدید. خداحافظ.